ما دیدیم توی اپ سوسیان به صورت خیلی سریع بخوام یه خلاصه از اپ سوسیان رو داشته باشیم. ما هم از فصل یک اپ سوسیان ما راجع به اون الهیات نجات شنیدیم از پولس که چطور ما انتخاب میشیم، ما برگزیده میشیم، کار ما نیست، کار خداست، ما فرزند خونده میشیم، تمام مشخصهای فرزند خونده به ما داده میشه، دیگه بنده نیستیم، فرزند خداییم، ارث داریم و فهمیدیم که این نجاتی که دریافت کردیم توسط روح مقدس خدا مهر شده، یعنی محفوظ شده، این نجات از دست دادنی نیست چون توسط خدا انجام شده. و بعد دیدیم که ما مرده هایی بودیم که زنده شدیم و این زندگی به خاطر فیض مسیح بود در فصل دو که ما داده شده و این فیض نتیجه اعمال ما نیست بلکه مجانیه و به خاطر رحمت و محبت خدا داده شده. بعد در مورد یگانگی در مسیح و روح خدا و بدن خدا که کلیسا بود صحبت کردیم که ما چطور یکی شدیم با هم، چه غیر یهود چه یهود که اینجا تمرکز اصلیش بود. و بعدش راجع به مسائل خانوادگی صحبت کردش و در فصل 4 و 5 و 6 راجع به کارگیری این الهیاتی که به ما تعلیم داد پولس. و در فصل 6 از آیه 10 به بعدش ما خوندیم که چطور حالا وقتی که ما در یک زندگی مسیحی هستیم به چه شکل هستش، که در 10 تا 13 فصل 6 اگه با ما نگاه کنید آیه 10 تا آیه 13 این جنگ رو به ما توضیح داد که چه نوع جنگی هستش. که باید در خدا قوی باشی چون که یک جنگیه که این جنگ روحانیه و جنگی نیستش که با جسم باشه، با نیروهای شریره که این نیروهای شریر در فوجهای یعنی جنگ با فوجهای آسمانی هستش. این توضیحی بود که داد که شما در چه موقعیتی هستید. از 14 تا 17 گفت حالا چون در این جنگ هستید باید شما مجهز بشید، باید اسلحه به دست باشید و اون اسلحه ها رو توضیح داد برای ما که چطور ما میتونیم در این جنگ مجهز بشیم و مسلح بشیم. و امروز در آیاتی که حالا میخوایم امروز بخونیم 18 به بعد اجرا و عملی هستش که ما میگه که حالا چطور باید بجنگیم. ما فهمیدیم که جنگه، جنگ روحانیه، چه چیزایی لازم داریم، حالا چطور باید در این جنگ بجنگیم. این آیات رو من میخونم سریع. آیه 18 میگه و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. آیه 19 برای من نیز دعا کنید تا هرگاه دهان به سخن میگشایم کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم که سفیر آنم هرچند در زنجیر. دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم چنان که شایسته است. پس ما دیدیم که چه نوع جنگیه، چه چیزی ما لازم داریم و چطور باید بجنگیم. آیه 18 در رابطه با دعا صحبت میکنه، میگه تمام این اتفاقات که برای شما افتاد، همه اینا رو که برتن کردید، یک سلاح دیگه به ما میده به نوعی که اون سلاح دعا هستش، که میگه همه این چیزها رو که برتن کردید حالا باید دعا کنید. و چیزی که امروز برای خود من هستش اینه که دعا در جنگ روحانی چیزی هستش که خیلی مهم و موثره و یک نوعی تمرین هستش و دید ما اگر عوض بشه نسبت به دعا، شاید امروز بتونیم از این قسمتی که پولس داره ما تعلیم میده یک استفاده بهتری ببریم. چون همه چیز انسان اون دید و همه چیز انسان اون دیدگاهشه که چطور به مسائل نگاه میکنه. ما برای خدا می جنگیم ولی در جنگ هستیم که ما سربازان اون هستیم، ولی از طریق این دعا می جنگیم.